آدیو اینترفیس چی هست و کارکرد آن برای چی مواردی می باشد. سلام دوستان عزیز اسم من ابراهیم سلیمی هست و ویدیوی که امروز برایتون آماده کردم در رابطه با آدیو اینترفیس می باشد. که این وسیله چی هست و چی کار میکنه و برای چی مواردی از این وسیله استفاده میشود. Audio Interface آدیو اینترفیس یک وسیله ورودی و خروجی می باشد که برای ضبط و پخش صدا با کیفیت عالی در تبلت، کامپیوترهای دسکتاپ، لپتاپ و غیره مورد استفاده قرار میگیرد. این وسیله در حقیقت مثل یک کارد صدای خروجی می باشد که به وسیله پورت یو به کامپیوتر وصل می شود. از آدیو اینترفیس برای ضبط صدا از وسیله های همچون میکروفون، گیتار، کیبورد و غیره با کیفیت عالی استفاده می گردد. چه خواننده هستید یا پادکستر و یا به هر نحوه که عملیات ضبط صدا را به کامپیوتر انجام میدهید احتیاج به یک آدیو اینترفیس دارید این وسیله می تواند چندین ورودی داشته باشد مانند میکروفون، کیبورد، پیانو و غیره همچنین این وسیله می تواند چندین خروجی نیز داشته باشد مانند بلندگو و هدفون این وسیله چیکار انجام میدهد؟ این وسیله سیگنال های آنالوگ را از طریق میکروفون، پیانو، کیبورد و غیره میگیرد و به سیگنال های دیجیتال تبدیل میکند که به این عمل اصطلاحا به زبان انگلیسی Analog to Digital Conversion or ADC مخففش گفته می شود. برای درک بهتر به این تصویر دقت کنید شما به میکروفون صحبت می کنید و صدای شما به صورت سیگنال های آنالوگ به آدیو انترفیس فرستاده می شود و سپس به سیگنال های دیجیتال تبدیل می شود. در نهایت به کامپیوتر فرستاده شده و به صورت فایل صوتی ذخیره می شود و سپس شما می توانید توسط بلندگو و یا هدفون آن را بشنوید. این وسیله می تواند عمل بالعکس عمل قبلی را هم انجام دهد. برای درک بهتر به تصویر دقت کنید. سیگنال های دیجیتال از کامپیوتر به اینترفیس فرستاده شده و توسط این وسیله به سیگنال های آنالوگ تبدیل می شود. در نهایت شما می توانید توسط وسایل خروجی مانند بلندگو و هیدفون را بشنوید. خب دو سوالی که شما ممکن دارد داشته باشید این است که یک آیا اینترفیس یک کارد صدا هست؟ پاسخ بله هست. این وسیله سیگنال های آنالوگ را از وسایل ورودی مانند میکروفون و غیره گرفته و آن را به سیگنال های دیجیتال تبدیل می کاری که دقیقا یک کارد صدا انجام می دهد. دو آیا برای ضبط صدا در کامپیوتر به این وسیله احتیاج داریم یا خیر؟ جواب بله هست. مثلا به عنوان مثال برند معروف بلویتی در حقیقت دارای یک اینترفیس داخلی می باشد. منتها با امکانات محدود. هر وسیله ای که به صورت مستقیم به کامپیوتر از طریق پورت یو وصل شود دارای یک اینترفیس داخلی می باشد. بنابراین اگر می خواهید صدای خود را با کیفیت عالی و ای ضبط کنید حتما باید اینترفیس داشته باشید. بیایید به خصوصیات و توانایی های یک اینترفیس نسبتا ارزان قیمت که مناسب برای یوتیوبرها و پادکسترها می باشد نگاهی داشته باشیم. این وسیله به نام UM2 می باشد. UM2 برینجا که توسط مهندسان آلمانی طراحی و در کشور چین ساخته شده است. خب خصوصیات این وسیله به این صورت است که یک خاصیت پلاگ اند پلی را دارد یعنی اینکه برای اتصال آن به کامپیوتر احتیاج به درایور ندارید دو اتصال مستقیم از طریق USB می باشد سه سازگار با کامپیوترهای مک و پی سی هست چهار سازگار با تمام نرم افزارهای معروف ضبط صدا هست پنج سه سال وارانتی دارد شش خروجی استریو دارد هفت دو کانال ورودی دارد هشت توانایی ضبط صدا تا 48 کیلوهرتز را دارا می باشد خب بیایید به نمای جلوی این وسیله نگاهی داشته باشیم. مایک لاین گین وان ورودی میکروفون های XLR و TRS می باشد. به خاطر داشته باشید که دکمه 48 ولت فانتوم پاور که برای برقرسانی به میکروفون های XLR که معمولاً میکروفون های کندنسر هست در پشت این وسیله روشن شده باشد. Instrument 2 این ورودی برای دستگاه های مانند گیتارهای الکترونیکی، کیبورد و یا هر وسیله ورودی دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. Direct Monitoring Switch On and Off این دکمه برای همگام سازی صدا، هنگام ضبط و همزمان گوش دادن آن توسط هدفون مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی با روشن بودن این دکمه عملیات تأخیر صدا همزمان با ضبط و گوش دادن آن به صفر می رسد. Headphone این ورودی برای اتصال هدفون می باشد. نمای بالای این وسیله. مایک لاین گین 1 این دکمه برای کنترل میزان ضبط صدا استفاده می شود. نکته که مد نظر داشته باشید این است که میزان ضبط صدا را در هنگام ضبط صدا زیاد بالا نبرید. به خاطر اینکه صداهای خفیف دیگر را که شدت کمتری دارند را هم ضبط خواهد کرد که این عمل باعث افت کیفیت صدای نهایی در هنگامی حذف نویز از صدای اصلی می شود. Instrument Gain 2 این دکمه دقیقا عمل مشابه مورد قبلی را انجام می دهد منتها برای دستگاه های دیگر مانند گیتار، کیبورد و غیره. Output Volume این دکمه برای کنترل صدای خروجی که توسط هدفون و بلند گوشنیده می شود مورد استفاده قرار می گیرد. نمای پشت این وسیله Output RCA خروجی RCA می باشد که برای اتصال بلندگو مورد استفاده قرار می گیرد که با رنگ های سفید و قرمز مشخص شده. USB Type-B Connection اتصال پورت USB به کامپیوتر می باشد. 48 Volt Phantom Power دکمه 48 ولت فانتوم پاور از این دکمه برای برقصانی به میکروفون های کندنسر استفاده می شود. هنگام روشن بودن این دکمه یک LED در جلوی وسیله برای شما نمایان می شود که نمایانگری عمل کرده این وسیله می باشد. خب ستاپ کردن این وسیله در ویندوز برای ستاپ کردن این وسیله ابتدا آن را به کامپیوتر از طریق پورت USB وصل کنید سپس به قسمت آدیو سیتینگز سیستم خود رفته و خروجی و ورودی را برابر با یو اس بی تنظیم کنید. کلبت عمل مشابه را می توانید در کامپیوترهای مک هم انجام دهید. خب همه چیز تنظیم شده و آماده ای استفاده می باشد فقط وسیله ورودی مورد نظر خود را وصل کرده و میزان ضبط صدا را تنظیم و شروع به ضبط کنید خب عزیزان به پایان این ویدیو رسیدیم امیدوارم که این ویدیو برای شما عزیزان مفید واقع شده باشد و اطلاعات لازمه خود را کسب کرده باشید یادتان باشد که این کانال را سابسکرایب کنید زنگوله را بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر شوید لطفا ویدیوهای ما را لایک کامنت و شیر کنید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار